سلام، خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه از کانال خودتون فرشاد فرداش. توی این ویدئو همونطور که توی تایتل ویدئو دیدید قراره راجع به این که چه موزیک خوبیه از نظر من البته صحبت کنیم. یه سری پیش نیاز داره این صحبت ها به خاطر اینکه حالا یه سری مسائل جا بیفته. اول اینکه موزیک خوب و موزیک بد یه چیز تقریبا سلیقه‌ای، تقریبا میشه گفت یعنی 100% سلیقه‌ایه و چیز منطقی نیست که 0 و 1 و اینا برداره، چیزی که به احساسات و درک مربوطه و راحت همین چیزیه که تقریبا میشه گفت 100% سلیقه‌ای به جز یه سری پایه و اساساش. برای تاکید روی همین قضیه سلیقه‌ای بودن یه موضوعی رو بگم بچا. یک پروفسوری از دانشگاه MIT به اسم مکدرموت یا مکدرموت همچین چیزی، آره از دانشگاه MIT توی جنگل آمازون میرن میگردن یه سری آدم پیدا میکنن به اسم شیمانی یا همین چیزی TSIMMANE فکر کنم شیمانه یا شیمانی هم چیزی بهشون میگن و این آدمایی بودن که وسترن میوزیک نشیده بودن، کلا موسیقی که الان پاپ دنیاست رو نشیده بودن. کلا توی موسیقی یه چیزی داریم به اسم کانسیننت و دیسیننت ساوندز. اوکی، کانسیننت ساوندز صداهایی هستند که حس خوشایند داره برای آدم بعد از شنیدنشون حس خوبی داره، چیرفول، بامزه است، خوشحال کننده است صداه. خب به خاطر حالا فرکانسایی که داره. دیسیننت ساوند صداهایی هستند که مثلا صداهای ترسناک، اضطراب‌آور، دلهره‌آور، چه می‌دونم، صدای فیلم‌های موزیکای فیلم‌های ترسناک مثلا به اون صداها میگن. اون هم باز به خاطر فرکانس‌های صداهایی که تولید میشه و این چیزیه که تقریبا رو 90% آدمای دنیا وقتی امتحان کردن همین بوده، یعنی همه بعد شنیدن صدای کانسیننت حس خوشایند داشتن 90%، بالای 90%. بعد از شنیدن صدای دیسیننت حس ناخوشایند و استرس و اضطراب و اینا داشتن. این آقای مکدرموت یا مکدرموت نمیدونم تلفظش چیه، درموت نوشته میشه، میره روی 100 نفر از این آدمای شیمانه، اگه درست بگم قد اسمای عجیب غریب هست، همین تستو میکنه. اون آدمایی بودن که در معرض موسیقی وسترن قرار نگرفته بودن و میخواستن ببینن که آیا کسی که تا حالا همچین موسیقی نشنیده هم این صدا، همچین درکی از همین صداهای کانسیننت و دیسیننت داره یا نه، که نتیجه همونجوری که احتمالا شما حدس می‌زدید برعکس بوده، یعنی هیچ حسی بعد از شنیدن این دوتا موزیک، این دوتا صدا، این دو نوع صدا نداشتن اون آدما. پس نتیجه گرفته شده، حالا پس دقیقا بعد از همین چیزایی که من گفتم، نه من خیلی خلاصه گفتم، و در نتیجه خلاصه این آزمایش مشخص شده که آدمان سلیقه شنیداریشون بر اساس شنیده هاشون شکل میگیره، بر اساس محیط دور و برشون، صداهایی که دور و برشون میشنون شکل میگیره. این از این. پس هر حرفی اینجا زده میشه، حرفیه که تقریبا میشه گفت سلیقه منه، حالا میتونه سلیقه شما باشه، میتونه سلیقه شما نباشه، در صورت نظره، حکم نیست، یعنی 100%. و بعد از دیدن این ویدیو دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه متوجه میشید تو ریاکشن ویدیوها مثلا من بر چه اساسایی صحبت میکنم، چه چیزایی دقت میکنم و در وهله بعدی، در مرحله دوم، شاید 4 تا نکته مثلا توی این موضوع ها باشه که بهتون کمک کنه که وقتی موزیک گوش میدید به این چیزاش دقت کنید. برای راحت پیش بردن قضیه بچه‌ها، موزیک چیز واحده دیگه، یک کلیه که تشکیل شده از یه سری جزء، اما واسه اینکه راحت‌تر بتونیم صحبت کنیم ما دسته‌بندی میکنیم. موزیک رو به دو دسته، فرم و محتوا، نمیدونم زرورق و محتوا، قسمت انتلکچوال، قسمت احساسی، نمیدونم همین دو دسته‌ای که حالا هر چیزی می‌خوایم روش اسم بذاریم میکنیم. توی قسمت فرم یا ظاهر یا دسته‌بندی، زرورق، هر چی که اسمشو راحتید بذارید، ما 2 تا چیز داریم. یکی اینسترومنت قضیه، بیتمون، و یکم صدای خواننده، یا یعنی هر صدایی که توسط صدای خواننده تولید شه، میتونه بک وکال باشه، میتونه ادلیب باشه، میتونه وکال لید وکال یا مین وکال اصلیمون باشه. کلمات رپر رو بردارید، به جاش یه سری حرف بی‌معنی بذارید و تکرار شونده مثل دددددد و مثل ساز در نظر بگیرید صدای خواننده رو، مثل درامی که حالا مثلا یه سری قابلیت‌های دیگه هم جز صدای درام داره. قبل از اینکه ریز شیم بچه‌ها یه نکته دیگه هم بگم، این حرفایی که میزنیم اولویت بندی شده نیست. خب یعنی بگیم هرچی اول میگم مهمتر از هرچی که بعدش میگم، خب صرفا این سری نکاته و کلا یه کار ممکنه مثلا نکته 7می که من اینجا راجع به صحبت میکنم اون داشته باشه و انقدر خوب استفاده شده باشه ازش که مثلا به نظر من خوب بیاد. یه ترکی هم میبینی نکته اولو مثلا داره و باعث شده ترک جذابی باشه، موزیک جذابی باشه. یعنی کلا یه سری نکتهن که مهمن. خب هر چی بیشتر همه این نکات باشن توی یه موزیک، به نظر من یعنی به حد اعتدال و استاندارد، به نظر من اون موزیک خوب میشه. پس اولویت نداره صحبتایی که میکنم. حالا در مورد ظاهر داشتیم صحبت میکردیم یا فرم. راجع به فرم در بیت اگه بخوایم صحبت کنیم و ریزشیم، بیت خب به دو دسته میشه تقسیمش کرد، صداهایی که میشنویم و به دسته کلی و یعنی خیلی دسته‌های مختلفی داره. مثلا چیزی مثل هارمونی و نمیدونم تونکالر و اینجور چیزا رو واقعا خیلی تو برخورد اول نمیشه متوجه شد. خب بولترین چیزی که توی بیت شنیده میشه ریتم هست و هر سازی مربوط به ریتم، نمیدونم بستگی داره چه موزیکی داریم گوش میدیم. یه موقعی هست که حالا هیچی نه، یه موقعی هست که توی بیت ما ساز پرکاسیو یا هر سازی که مربوط به نشون دادن ریتمه، درام، پرکاشن، کاخون هم استفاده نمیشه ولی ریتم داریم در هر صورت. خب حالا کلا ریتم یکی از مهمترین اجزامون ریتم تو بیت. جزء دوممون که مهمه ملودیه. خب راجع به ریتم میخوام صحبت کنم. گفتم حتی اگر ساز پرکاسیو، سازی که مربوط به نشون دادن ریتم باشه، مختص نشون دادن ریتم باشه، ما نداشته باشیم، در هر صورت ریتم توی موزیک هست. خب مخصوصا توی موزیک هایی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم مثل رپ، هیپ هاپ. بنابراین نشون دادن اون ریتم و چه جوری نشون دادنش به نظر من خیلی مهمه. خیلی از موزیکا بودن، من الان مثال اگه بخوام بزنم، یکی از ترک های آلبوم سینا بود که با ریبار بود، اسم ترک یادم نیست، مثلا ریتم، نشون دادن ریتم موزیک انقدر جذاب بود که به نظر من موزیک جذابی شده بود. خب پس هرچی حالا خلاقانه تر و زیباتر به نظر من این ریتم نشون داده شه، تاثیر مستقیم داره توی زیبا شنیده شدن اون فرم. خب این خلاقانه نشون داده شدن هم که میگم، هم میتونه مربوط به انتخاب ساز باشه، هم میتونه مربوط به اضافه کردن سکوت ها باشه، انتخاب مثلا چه میدونم توی آهنگسازی دیجیتال انتخاب سامپل پک های مختلف باشه، کیت های مختلف باشه و در صورت هر خلاقیت، یعنی هر جوری فرش و زیبا نشون دادن ریتم. قسمت بعدی ملودیه که توی موزیک های حالا پاپ تره، پاپ یعنی منظورم رایجه، سبک پاپ نه، توی موزیک های رایج تر دنیا دیگه داره میره به سمت لوپ شدن همه چی. خب که لزوما هم بد نیست، تو پرانتز من اینو بگم، هر چی لوپه بد نیست و به همین دلیل که یک ملودی باید انتخاب، یک لوپی باید انتخاب شه، مثلا 8 ثانیه، مثلا 7 ثانیه، مثلا 10 ثانیه. خب و توی ترک 3 دقیقه‌ای اون 8 ثانیه هی باید تکرار شه. به خاطر همین انتخاب اون لوپ یا ساخت اون لوپ، خوب انتخاب کردن و گوشنواز انتخاب کردن اون ملودی لوپ، بازم به نظر من یکی از مهمترین تاثیرها رو داره توی خوب شنیده شدن، خوش آهنگ بودن اون موزیک. خب برسیم به قسمت ظاهر وکال، یعنی کار با شعر ما نداریم. خب اولین چیزی که آدم باش برخورد میکنه، میگم اگر جای کلمات اون خواننده، اون حالا وکالیست، ما یه سری آوای بی‌معنی بذاریم، اولین چیزی که آدم باش برخورد میکنه 100% جنس صدای اون آدمه. خب ببین استفاده از صدا و کنترل روی صدا یه چیزی که با تمرین برای هر آدمی تقریبا به دست میاد. خب اما یه سری چیزا هست که تمرینی نیست، اونم جنس صداه. خب تفاوت صدای آدما، جنس صدای آدما هم مثل تفاوت صدای مثلا گیتار با یکی ساز شبیه ساز وست مانچو، بانچو، هانچو، نه بانجو، ببخشید، تفاوت صدای دوتا آدم مختلف رو مثلا اینجوری تصور کنید. خب جفتشون میتونن یه نوتی رو اجرا کنن مثلا با تمرین، اما جنس صدا در صورت فرق داره. خب و دقیقاً مثل صدای همون سازهایی که گفتم، صدای آدما هم به همون دلیل تفاوتش، یه سری از صداها به صورت ژنتیکی دلنشین‌تره. خب اونم بازم میگم برای یه سری از آدما، شاید برای من یه صدای دلنشین باشه، برای شما نباشه، به جاش صدای دیگه برای شما، صدای آدم دیگه‌ای برای شما دلنشین باشه که اون صدا برای من دلنشین نباشه. خب اما در صورت اینجوری هست، یک سری صداها برای آدما دلنشین‌تره، از طرف یه سری صدای دیگه وجود داره، سری رپر حالا آرتیست با صدای دیگه وجود داره که شاید صداشون ذاتاً به دلنشین نباشه. خب یعنی به صورت خام مشتمی نگی به به چه صدایی، اما نحوه استفاده از صداشون یه جوریه که مثال بخوام بزنم، مثلا بیریل از سایپرسیل. خب نحوه استفاده از صداش این آدم جوریه که اولا که انقدر خوب تونسته صداش استفاده کنه که اصلا قابل کپی کردن هم نیست سبک بیریر. خب پس سوای اون بحث ژنتیکی بودنه، چجوری استفاده کردن صدا هم خیلی مهمه. آقا مثلا لیلون همینجوری، خلسه همینطور، خلسه استفاده از صداش واقعا تو این چند سال اخیر خیلی گسترده، یعنی بازه گسترده یا صداشو داره استفاده میکنه و خیلی راحته با صداش. چه میدونم مثال بازم بزنم، وست ساید گان مثلا از گریزلدا سابق فکر کنم پاچیدن هستم. حالا در کل صدای وکال و خوب نشستنش روی بیت نکته مهم بعدی بود که توی ظاهر یه موزیک به نظرم مهم بود و این قضیه خوب نشستن صدا روی بیت ما رو میرسونه به نکات مهم بعدی مثل فلو و دلیوری. فلو و کیدنس، حالا مشخصا اگه بخوام بگم، و دلیوری چیزیه که اهمیتش رو رپ کاملا مشخصه دیگه. یعنی رپو خیلی آسان به اسم فلو میشناسن و یکی از مهمترین مشخصه های رپ نسبت به سبک های موسیقی دیگه واقعا همین فلو و چگونه چیدن کلمات ریتمیکه. خب در مورد اهمیت فلو و کیدنس هم من یه مثال بزنم. خیلی موقع پیش میاد که شما یه موزیکی رو به خاطر فقط یعنی به خاطر فلو و کیدنس اون آدم دوست دارید. فلو و کیدنس و دلیوری، حالا بازترشون بازشو و مثالش برا من اگه بخوام بگم مثلا موزیک های بکرود جی از یوکی دریل راست. من اولین بارها که شنیدمش اصلا نمیفهمیدم این آدم چی میگه، اما به خاطر اون لهجه خاص، یعنی به خاطر اون لهجه خاص آفریقاییش نمیفهمیدم چی میگه، اما همون لهجهش، دلیوری خیلی خشنش و فلو کیدنس عجیب غریبش واقعا همین موضوع بود که نظر منو به کارش جلب کرد. حالا شما هم بگردید برای خودتون همچین مثالی حتما پیدا میکنید که از یه موزیک اصلا نمیفهمیدید چی شو و فقط به خاطر فلوهای جذابش اون موزیک رو گوش میدید. اینجا حتما من این نکته رو باید بگم، یه طرز فکری وجود داره که طی اون طرز فکر تصور میشه که فلو هرچی سخت‌تر، خفن‌تر و قشنگ‌تر و حالا گوش نوازتر. توی یه موزیک خوب از نظر من بازم میگم، توی یه موزیک خوب و قابل تکرار و اینکه زیاد من بتونم موزیکو گوش کنم، نه فقط توی موقع خاص بتونم گوش کنم، توی یه موزیک خوب به نظرم فلو باید کمک کنه به کشیدن گوش شنونده دنبال خودش و بعد از این که حالا گوش شنونده رو کشید دنبال خودش، اون حرف ها رو مثل یک دونه دنبال طعمه‌ای که داره دنبالت میاد، این حرفا رو مثل دونه بدی دهن اون طعمه‌ای که داره دنبالت میاد. این نقش فلو به نظر من دقیقاً همونه، یعنی تو بهترین حالت دقیقاً همونه. و این وسط چیزایی مثل مثلا رکورد فست خوندن تو دنیا و نمیدونم اینجور چیزا، با کمال احترام به کسایی که چاپرن و فست میخونن، اصلا فست گوش دادن و دوست دارن ها. اما بحث من اینه که لزوماً یه کار سخت کردن دلیل بر کمک اون کار سخت به کلیت نیست. یعنی شما یه فلو چاپی پدر مادردار بچینی توی موزیک، لزوماً به این مفهوم، به این معنی نیست که موزیکت خفن شده. پس یعنی اون فلو یه ابزاریه که تو جعبه ابزار رپر هست یا نیست، اصلا یه ابزاری که میتونه خودش بسازتش برای کمک کردن به کل و لزوما مثلا یه جاهای یهو میبینی انبردست به کارت نمیاد توی سری موزیکا. میدونی چی میگم؟ در مورد دلیوری هم من یه اشاره کنم. دلیوری به نظر من مهمترین چیز توی دلیوریه وکال، همسو بودنش با حسیه که اون بیت، حسیه که اون آهنگ قراره به تو برسونه. حالا مثال نغز، مثال خاص هم داریم که همسو نیستن با هم و ترک خوبی در اومده، ولی یه فکری پشتش هست و اون فکر رو به صورت موفقیت آمیزی تونستن عملی کنن. من الان مثال ذهنم نمیاد، ولی اون فکر رو به صورت موفقیت آمیزی تونستن عملی کنن، وگرنه در حالت کلی همسو بودن دلیوری وکال با بیت چیزی که باعث چفت شدن، یکی از چیزایی که باعث چفت شدن وکال توی بیت میشه. و با مثال بخوام بگم، مثلا موزیکی که قرار احساسی باشه، قراره به تو، قرار آرامش بخش باشه، با دلیوری مثلا حسین تو Q69 نباید به تو کلماتو برسونه اون رپر، اون وکالیست. خب این متناقضه این وسط با هم. موضوع مهم بعدی 100% قافیه ها هستن و چه قافیه هایه، یعنی این رایم، چه قافیه اصلی چه قافیه داخلی. کلا قافیه چیزیه که ذهن آدم، ذهن انسان نسبت بهش کنجکاوه و همیشه جذابه برای آدم‌ها. خب حالا هرچی خلاقانه تر و جذابتر و نمیدونم خوش آواتر این قافیه ها استفاده شه توی موزیک، 100% به نظر من جذابتر میشه برای گوش شنونده اون قافیه ها، یعنی کلیت اون موزیک. و این غیر قابل پیش بینی بودن قافیه‌ها که از یه جایی به بعد توی رپ خیلی بحث برانگیز شد، مخصوصا توی فلوهای، توی رایم اسکیم های بیگی این قضیه خیلی بولد شد، بیاجی. این غیر قابل پیش بینی بودن باعث میشه گوش همیشه دنبال قافیه است، گوش آدم همیشه دنبال قافیه است. کلا میگم قافیه خیلی جذابه واسش و این غیر قابل پیش بینی بودن باعث میشه که تو به صورت اکتیو گوش کنی کارو، هی مثلا دنبال قافیه، یعنی اینجا چه قافیه‌ای میشنوی، بعد یهو شبیه چک فرض کن قافیه رو، خب یه جایی غیر منتظره به تو چک میزنه، یه جایی مثلا چکای طولانی میزنه، قافیه‌های سیلاب طولانی، یه جایی هست چک ریز و ممتد به تو میزنه. خب هرچی خلاقانه تر این چکا رو به حریف بزنی، تأثیر بهتری میتونی بذاری 100%. خب اینجا بازم یه پرانتز باز کنم، حتما این نکته رو هم بگم که بازم مثل فلوی که صحبت کردیم، قافیه بودنش خب میگم خیلی مهمه و خیلی عضو مهمی از شعره، چه رپ چه غیر رپ. اما بیش از حد بودن قافیه، یعنی زیاد بودن هرچی، به این معنی نیست که قافیه هرچی بیشتر بهتر. اوکی، توی بحث قافیه به نظر من خلاقیت خیلی مهمتر از تعداده، خلاقیت خیلی مهمتر از سفت و چفت بودن. حتی یه موقع است که قافیه شما مثلا یه حرف خلاقانه با قافیت میزنی یا یه جای خلاقانه قافیت رو میاری، اما قافیت مثلا پرفکت رایم نیست، مثلا 0 تا 100 صامت و مصوتش با هم دیگه برابر نباشن. خب یه موقع مثلا یه دونه مصوتتون لا شاید فرق کنه، ولی در کل خیلی وارد جزئیات نشیم. بحث من اینه که خلاقیت به نظر من توی تعداد توی قافیه خلاقیت خیلی مهم‌تر از تعداده. البته نکته مهمتر به نظر من اینه که هم اون زیاد قافیه استفاده کردن، همون خلاقانه قافیه استفاده کردن، جفتش در هر صورت باید در خدمت شعر باشه، یعنی در خدمت پیشبرد مفهومی که آرتیست، وکالیست، رپ داره ازش صحبت میکنه باشه. ببینید وقتی تعداد قافیه زیاد میشه، انتخابای شاعر، نویسنده، رپر برای کلمات کمتر میشه. خب حالا برای اینکه بتونه قافیه رو حفظ کنه از لای انتخابای محدود، دوتا کار میکنه: یا معنی و مفهوم رو فدا میکنه، از یه کلمه میاد که قافیه خوبیه با قافیه قبلی مورد نظرش، اما خیلی کاری با مفهوم نداره، کاری با مفهوم شعر نداره. اوکی. حالت دیگه اینه که برای اینکه مفهوم رو حفظ کنه یهو میبینی یه گریزی میزنه به یه زبان دیگه، مثلا قافیه از زبان ترکی میاره چون میبینی که رایم میشه با رایم قبلی مورد نظرش، یا یه تشبیهی اون وسط استفاده میکنه که خیلی ملموس نیست، خیلی جایی برای وجود اون تشبیه تو حس نمیکنی، لزومی نداره وجود اون تشبیه، ولی به خاطر اینکه هم معنی رو پیش ببره هم قافیه زیاد یا به تعداد مورد نظرش استفاده کنه، مجبور مثلا اون تشبیه رو استفاده کنه. مثاله. خب در هر صورت میگم این خلاقانه بودنه و در خدمت شعر بودنه مهمترین چیز قافیه است به نظر من، بعد تعداد قافیه. توی بحث بعدی میرسیم به بحث بعدی ظاهره شعر، ظاهره موزیک در قسمت وکال. میرسیم به همون ادلیب و حالا بک وکال. بک وکال خیلی ظاهر نیست، بیشتر اون پشت قضیه است، اما تاثیر داره. مثل هارمونی که گفتم خیلی شاید شنیده نشه، بک وکال هم شاید خیلی شنیده نشه، اما ادلیب شنیده میشه. اهمیت این قسمت اونقدر عجیب غریب نیستا. کلا ادلیب برای تاکید روی یه سری کلمات، معمولا تاکید روی قافیه یا خالی کردن فضای پر کردن فضای خالی بیت استفاده میشه. مثلا کاری که میگوز میکنه همینه، یه سری فلو تریپلت میچینه، یه قسمت سکوت داره که با ادلیب پر میکنه اون فضای سکوتو که اصلا آفست معروف به همین ادلیب باشه. مثالای دیگه ای توی کل دنیا داریم که ادلیب ها باعث فرش بودن اون کار شده. خب گریزلدا همینجوری بود، چیف کیف همینجوری بود، پلی بوی کارتی همینجوری بود، ادلیباش میگوزو که گفتم. اما من توی رپ فارسی کلا اونقدر ادلیبی نشیدم که حیرت کنم، اورجینال باشه، کمک کنه به موزیک، و از این نظر من یه خلأ بزرگ میبینم. یعنی خلأ بزرگ که نیست، نمیشه بگیم چرا ادلیب نداره موزیکا، ولی خب بی‌توجهی به این موضوع مهمی مثل ادلیب جالبه تو رپ فارسی. کلا میگم اونقدر ابزار عجیب غریبی نیست توی موزیک، ولی خب چون توی قسمت ظاهری موزیک بود گفتم اینم اشاره کنم بهش. حالا یه لایه بخوایم عمیق‌تر شیم و وارد محتوا شیم، وارد لایه اول محتوا بخوایم بشیم، یکی از مهمترین اتفاقاتی که میفته هر گونه خلاقیت برای بیان یه اتفاق، برای بیان یک حقیقت. آقا اصلا شعر یعنی چی؟ بزرگواری خیلی ساده شعر رو تعریف می‌کرد، خیلی جالب. اون میگم که شاید شما خوشتون میاد این تعریف. میگفتش شاعر تو شعر میاد حقیقت رو به صورت تاثیرگذار و زیبا و غیر معمول و با یه سری آرایه ها و از طریق همون ابزارهایی که در دستش هست میاد اینو به شنونده یا حالا خواننده بیان میکنه. اون حقیقت رو با یه سری ابزار به صورت خلاقانه و تاثیرگذار تعریف میکنه. اوکی. حالا این ابزارها چیان؟ مثلا توی رپ چه میدونم ورد پلی هست، آرایه های مختلف هست، نمیدونم تشبیه یکی از بزرگترین ابزارهایی که توی شعر کلا استفاده میشه، نمیدونم ایهام مثلا خیلی چیز جذابی معمولا توی رپ و در کل هر نوع خلاقیتی برای بیان یه چیز ساده، یه چیز مشخص. پس علاوه بر اون نحوه بیان در بعد ظاهر، اوکی، تو لایه ظاهر قضیه گفتیم که نحوه بیان خیلی مهمه، همون فلوها مهمن، دلیوری ها مهمن و اینجور چیزها. توی لایه بعدی که لایه اوله محتوا، هم این نحوه بیان چی میگن در پوست خلاقیت و اینجور چیزها، نه در پوست، جمله اشتباهیه. این نحوه بیان از این لحاظ درست شد. از لحاظ خلاقیت در بیان و استفاده از ابزارهایی که اسمش آوردیم اهمیت پیدا میکنه. به نظر من خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی واقعا کاری که شاعر میکنه، کاری که توی موزیک خوب انتظار دارم از شعر، تاثیرگذاریشه واقعا، نه اینکه صرفا یه سری حروف، یه سری حرفها و جمله های موزون. اوکی، چیز بعدی که توی محتوا یا توی حالا شعر یا توی حالا هر چیزی که اسمش رو بذارید به نظر من اهمیت داره، انتخاب موضوع و پایبندی به موضوع، یعنی یکپارچگی شعر و حالا درباره اون موضوع خوندن، از اون موضوع خارج نشدن. خیلی از آهنگا پیش میاد که موضوع یه چیزه و شاعر یا رپری خواننده داره راجع به چیز دیگه یهو میخونه، شاید با اون موضوع شروع کرده باشه ولی منحرف میشه وسطش، وسط نوشتن معلوم منحرف شده. این اتفاقی که واقعا به نظر من نباید بیفته اصلا، یعنی از ملزوماته به نظر من، مگر اینکه استوری تلینگ باشه، یعنی تو رو بکشونه دنبال خودش در طی یک داستان موضوع رو منحرف کنه. در مورد انتخاب موضوع هم اینو بگم که بذار مثال بگیم، مثلا به عنوان انتخاب موضوع خوب من میتونم هرزه رخو مثال بزنم. چرا انتخاب موضوع خوبه؟ چون یه موضوعی که اصلا هیچ کس به ذهنش نمیرسه، خیلی خلاقانه است، جالبه که داره از زبون علف هرز یه سری اتفاقات رو بیان میکنه. خب به عنوان مثال موضوع بعدم میتونم خوندن از مثلا هیپ هاپ واقعی اسم ببرم. این موضوع بعد که میگم منظورم از یه لحاظیه، اونم کلیشه‌ای و تکراری بودنشه. خب و وقتی تو یه موضوع کلیشه‌ای انتخاب کنی خیلی کارت اونور توی رسوندن مفهوم سخت‌تره که تو گوش کسی که حالا زیاد اون موضوع رو شنیده بره. اوکی، یعنی هر کسی از هر چیز دوست داره میتونه بخونه. من از این بودش گفتم. و این نکته دیگه هم توی این بحث موضوع اشاره کنم که یه سری ترک های گنگ هست که من جدیداً دارم میشنوم، یه سری ترک های گنگستر، ترک گنگستر توش قرار گنگستر بازی در بیاری. اوکی، از اتفاقات بولد زندگیت بگی، از خودت تعریف کنی، از بردها تعریف کنی، اون چیزا. اما همین ترک گنگستا هم میتونه یه انسجامی داشته باشه، میتونه یه حالت یک پارچگی موضوعش داشته باشه. مثلا تو اسم ترکو یه چیزی میذاری، مثلا هرچی، مثلا آقا مثلا آب پاش. اوکی، اسم ترک آب پاشه، تو توی معمولا این اتفاق توی کورس میفته. توی کورس یه جنبندی ما داریم معمولا، بازم میگم معمولا توی کورس اتفاقی میفته، یه جنبندی داریم نسبت به تایتل ترک که ما میگم حرف، هم نسبت به تایتل ترک هم نسبت به حرفایی که زده شد. حرفایی که زده شد و ما به صورت جنبندی شده توی کورس معمولا میشنیم. حالا این کورس در چی میگن مثالای خوب ارتباط مستقیم داره با اسم ترک. مثلا راجع به آب پاش یه کورس شما میخونید، اوکی، و با اون تفنگ آب پاش مثلا که اسم تایتل ترکه، ورسام بر اساس اون می‌نویسی، فلکسایی که میخوای کنی بر اساس اون می‌نویسی، بردهایی که میخوای کنی مثلا اون آب پاش هم تو شاید نقش داشته باشه، تو کورس نقش داره. متوجه منظورم میشید؟ اگه نمیشید نمیتونم کمکتون کنم، امیدوارم متوجه منظورم شده باشید. نه واقعا سعی کردم به ساده ترین نحو ممکن بیان کنم منظورم. موضوع بعدی که میخوام بگم بیشتر روی ناخودآگاه تاثیر داره، یعنی اونجوری نیست که توی خودآگاهت یهو تاثیر بذاره. ساختار موزیک، استراکچر موزیک. خب ترک‌ها استراکچرهای مختلفی دارن، ترک‌های استوری تلینگ و محتوا محور تر یه ساختاری دارن که ورس‌ها طولانی‌تره معمولاً، کورس‌ها کوتاه‌تره و کم تکرارتره کورس‌ها یا همون هوک‌ها، و ترک‌های عامه‌پسندتر و مینستریم‌تر و کامرشال تر ساختاری دارن که معمولا اصلا با کورس شروع میشن و کورس توشون نقش خیلی بلدی داره و معمولا کورس بسیار کچی دارن. یعنی توی مثال های موفقشون کورس ها خیلی کورس های خوش ملودی و خوش آهنگ و کچی و گیرا، فارسی شو بگیم. میگم تاثیر این قضیه بیشتر توی ناخودآگاهه، یعنی اینجوری نیست که یهو توجه تو جلب شه و اونقدرم خلاقیت توش استفاده نمیشه. معمولا ساختارها یک جوره و بیشتر آرتیست‌ها فوکوسشون رو چیزای دیگه میذارن. اما این وسط یه اتفاقیه، مثال‌هایی داشتیم، مثال‌های موفق و خلاقانه توی موضوع. و توی رپ فارسی اگه بخوام مثال بزنم، ترک عاقلان دانند از ایهود 100%. کاری که ایهود توی این ترک کرده اینه که دو تا بیت آخر ترکو به خاطر شکل قافیه شبیه کورس شده، کورس نیست واقعا دو تا بیت آخر، ولی شبیه کورسه به خاطر اینکه قافیه‌های تکرار میشه، یه عاقلان دانن توش هی تکرار میشه. اوکی، و واقعا بهترین و بولدترین و خفنترین بیت موزیک، بیت‌های موزیک همون دو تا بیتن و جوری اون دو تا بیت رو توی آخر موزیک استفاده میکنه که تو واقعا دوست داری دوباره گوش کنی، دوست داری دوباره بشنوی، چون یه نتیجه گیری و یه هم یا توی دو تا بیت آخر به تو میگه. و علاوه بر اهمیت بیت توی ساختار اون موزیک از لحاظ ظاهری هم باحاله، کچیه، فلوی باحالیه. خب و این به نظر من، یعنی در مورد خود من این اتفاق افتاد، این موضوع باعث شد من گیر کنم تو موزیک. دوباره وقتی موزیک تموم شه بزنم از اول، دوباره پلی کنم، بزنم از اول، دوباره پلی کنم که برسه اون آخرش. اوکی. موضوع بعدی که مهمه، حالا این نه فرم نه محتوا. چرا فرم هست؟ تو فرم تاثیر داره، مستقیم تو فرم شاید نشه حسابش کرد. 100% میکس مستر. میکس مستر یه هنر و یک عضو بسیار مهم توی موسیقی و مخصوصا توی تکرارپذیری موسیقی است که عادت به خوب شنیدن میکس مستر معمولا بد عادت میکنه شنونده رو، و وقتی یه سری موزیکای با میکس بعد با مستر بعد شنیده میشه، واقعا اونجا اهمیت میکس مستر قابل سنجیدنه. مثلا یه سری ترک‌های، مثلا ترک آخر هیچکس بزن، ترک باحالی بود ولی انقدر میکس مسترش ضعیف بود واقعا، یعنی یه کاری کرده قابل تکرار نشه اون ترک. خب ما معمولا عادت داریم به استاندارد بودن میکس مستر. خب تو حالت عادی معمولا مثل استراکچر موزیکه، معمولا یه استراکچر استانداردیه که خوشایند میکنه شنیدن اون موزیک رو، به صورت ناخودآگاه برای آدم خوشایند میکنه شنیدن موزیک رو. حالا یه سری آدم هستن، یه سری آرتیست هستن مثل چرویس اسکال، مثل تی پین، مثل هر کسی که اتوتون داره استفاده میکنه و اتوتون خاصی انجام میده، پاشونو فراتر گذاشتن. به جای اینکه یه میکسی داشته باشن که مثلا موزیک استاندارد، یه میکس استاندارد باشه و از لحاظ میکسی مثلا بگیم میکس خوبیه و استاندارد و اوکیه و قابل تکراره و اینا، اومدن خلاقیتی به خرج دادن و نقطه قوت موزیکشون رو توی اون میکس پیاده کردن. یعنی میکس باعث شده که موزیک نه تنها تکرار پذیر شه، اصلا نقطه بولد موزیک شه. اوکی، این بود نکاتی که به نظر من اهمیت داشت توی موزیک که میشنم. بازم شاید به مرور زمان نکاتی که بهشون توجه میکنم بیشتر شه، شاید کمتر شه. اگه خیلی بیشتر شه شاید ورژن 2 هم بسازم، مثلا نکات اضافه کنم به این نکات. اما فعلا چیزایی که معمولا من بهشون توجه میکنم تو موزیک ها و به نظر من مهمه توی خوب از آب در اومدن یه موزیک، همین نکات بازم میگم اولویتی ندارن که مثلا بگیم اونی که اول گفتم مثلا مهمتره، اونی که آخر گفتم مهم نیست. همشون نکات مهم میام، بجز اونایی که اشاره کردم شاید خیلی مهم نباشن. و بازم اینو تاکید کنم که هر چی از یه نکته مثلا بیشتر داشته باشی بهتر نیست دیگه. صحبت کنیم راجع بهش، یه حد استاندارد و اعتدال و در خدمت موزیک از هر کدومشون، چه میخواد ادلیب باشه، چه فلو باشه، چه هرچی. شما نظرتون رو بنویسید، چه نکاتی گفته نشد که به نظر شما مهمه توی موزیک. و اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست داشتید دیسلایک، فورگنگ توی کامنت یادتون نره. ویدیوهای دیگه کانال که معمولا ریاکشن ویدیو هم، مگر اینکه من یه وقتی پیدا کنم که از اینجور ویدیوها بسازم رو، اگر دوست داشتید سر بزنید به بقیه ویدیوها. یه سری لینک هم توی دیسکریپشن هست راستی که اونجا هم سر بزنید، صفحه‌های من توی فضای مجازیه. و اگر ویدیوها رو دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، یه زنگوله بغل سابسکرایب هست که شما رو از آپلود ویدیوهای بعدی مطلع میکنه. همین، تا ویدیوهای بعدی. فو